باز اون جانها که جنس انبیاس سوی ایشان کشکشان چون سایه هاست، جان هامان جانب قبطی شود، جان موسی جاذب سبطی شود. این یک حقیقتی است که دنیا طلبان دور هم جمع میشن، به دنیا توجه میکنن، آخرت جویان دور هم جمع میشوند، به انبیا توجه میکنن. این یک واقعیتی است و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون زمان با یک چنین حرکت‌هایی روبرو بوده است. بعد می‌فرماید افالله انک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. خدا بخشید تو را ای پیغمبر، عفوت کرد، چرا اجازه دادی به اینان که در مدینه بمانند و به جبهه جهاد حرکت نکنند؟ آخر یه عده‌ای آمدن پیش پیغمبر اکرم گفتن ما نمیتونیم بیایم، به ما اجازه بدید نیاییم. پیامبر اکرم فرمود نمیخواد بیاید، نیاید. حالا قرآن میگه چرا اجازه دادی که نیان؟ اگر اجازه نمیدادی اینها باز نمی آمدن، در نتیجه زود رسوا می شدن، مچ اینها وا می شد، برای اینکه تو گفته بودی باید بیاید و نمی آمدن و تخلفشون با ولی مسلمین آشکار می شد، ولی تو اجازه دادی که نیان و اینا بهانه پیدا کردن، گفتن پیامبر اکرم موافقت کرده، ماسکی که روی خودشان زده بودن عقب نرفت و هویتشان زود آشکار نشد تا بعد از یک مدتی آشکار بشه. چرا تو اجازه دادی بر این که بمانن در مدینه؟ خدا عفوت کرد و ازت گذشت این کاری که تو کردی. عفالله انک، خدا عفو کرد از تو. لما اذنت لهم، چرا اذن دادی به اینها که در مدینه بمانند و به جهاد نیایند؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، تا اگر اذن نمی دادی و نمی آمدند روشن می شد بر تو آنان که راست می گویند، و تعلم الکاذبین، و کاذبینم می شناختی، ولی در این حال تو اجازه دادی و اینا هویتشان زود بر مردم و بر تو آشکار نشد. اینجا جای یک نکته است و آن نکته این است که آیا خدا فرموده بود که اجازه نده و اینها حتما به جهاد بیان و پیغمبر اکرم برخلاف فرمان خدا عمل کرده و گناه کرده که الان خدا میگه عفالله انک، خدا عفوت کرد و چرا تو اجازه دادی؟ این یک سوالی است. پاسخ این مطلب این است که مسئله جدی نبوده. حقیقت این مطلب این بوده که آمدن اینها به جبهه جهاد ضرر داشت، اصلا نیان بهتره. میدانیم، الان هم میدونیم که جمهوری اسلامی با یه گروه های از مسلمون ها و گروه های مختلفی از مسلمین که صلابتی در جمهوری اسلامی ندارن ولی نماز هم میخونن و مسلمونن، میدانید که الان روبروست که اگر نیاین در جبهه جنگ بهتره، اگر نیاین در متن امور مسلمین بهتره، برای اینکه اگر بیان ایجاد سستی میکنن، ایجاد تفرقه میکنن، اختلاف به وجود میارن، بهتر این است که اینها منزوی باشن و کنار باشن. این حق مطلبه و بر این مطلب که حق اینه آیات بعد دلالت داره. حالا این آیه‌ای که عرض می‌کنم آیه 47 رو آخر صفحه نگاه کنید. این آیه 47ی که می‌خونم شاهد آیه بالاست. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. اگر اینها می‌آمدند، همین هایی که در مدینه بودن می‌آمدند،
زیاد نمی کردن شما را مگر خبال را، یعنی لشکر رو خبالش می کردن، سستش می کردن، توهیش می کردن، فکرش رو و مغزش رو و حرکتش رو می گرفتن. لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا و لعوزعو خلالکم، می آمدن می نشستن در بین شما و سمپاشی می کردن. یبغونکم الفتنه، فتنه طلب می کردن و تفرقه و آشوب ایجاب می کردن. پس بهتر که نیاین. و فیکم سماعون لهم، و اینها جاسوس هم در بین شما داشتن، پس بهتر بود که نیان. بنابراین اصل بر این بود که به یه بهانه ای اینها نیان. حالا که خودشون هم آمدن گفتن اجازه میدید که ما نیان، پیغمبر اکرم فرمود بله نیان. این اصل مطلبه. بنابراین آمدنشان به جبهه جهاد و دستور برای اینکه بیان به جبهه جهاد یک دستور جدی نسبت به اینها نبود. پس چرا خدا میفرماید عفالله عنک، خدا عفوت کرد، لمه از انتلهم، چرا اذن بهشون ندادی؟ این یک چیز متعارفی است در بین خود ماها. خود ما مثلا فرض کنید که برادر بزرگتر به اون برادر بعدی خودش میگد که چرا به اون بچه کوچکتره، چرا به او اجازه دادی که این کلمه رو بگه؟ اگر تو به او اجازه نمیدادی این کلمه تندتر رو نمیگفت، اگر تو باش این کار را موافقت نمی کردی اون رو نمی کرد، پس تقصیر توست که این کار رو کردی. در مطالب عادی میگیم تقصیر، مثلا در بین میگیم تقصیر این فلانی دوستمانه که به تو این مهلت رو داد، این لطف رو کرد، این محبت رو کرد، اگر نمی کرد تو اینجور مثلا پررو نمی شدی. این یه چیز متعارفی است که ما خودمون در لسانمون زیاده. این هم همین مطلبه. میفرماید عفالله عنک، عف کرد خدا تو را، لما از این تلهم، چرا اذنشون ندادی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر. اینجا بر میگرده میاد سراغ اون ملت عاشقی که حرکت کردن به جبهه جهاد. میفرماید ولی اون کسانی که علاقه به جبهه جهاد دارن اجازه نمیگیرن. افرادی که میخوان توجیه کنن کارشون رو میگن آقا بیاین، آقا ما را اجازه میدید نیاین، میان اجازه بگیرن که بلکه بگه نخیر نیاید و بعد از زیر بار وظیفه بیرون بره. ولی افرادی که در راه خدا هستن اصلا عاشقانه حرکت میکنن به جبهه جهاد، کمال خودشون رو این میدونن، ارزش خودشون رو این میدونن. الان این سربازان ما و شهدای ما که رسیدند و حرکت کردند به اینجا، به این جمهوری اسلامی رو در دنیا اینقدر بلند و زیبا کردن و این جمهوری اسلامی مثل خورشید داره بر جبین جهان الان تابش میکنه در دنیا و حتی حرکت‌های سیاسی و تبلیغاتی هم که علیه ما اینقدر کرده بودن همه رو داره الحمدلله عقیم میکنه به برکت این خونهاست. وقت اینها الان در چه جاهایی هستن و چه عزت و چه ارزشی دارن، این رو خدا میدونه، این رو ما نمیدونیم. تا نباشی آشنا زین پرده بویی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. ما که نمیدونیم، وقتی که آدم بره ببینه اون وقت میفهمد که چه مقامی و چه ارزشی این انسان پیدا میکنه. این است که میفرماید لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر. اونهایی که ایمان به روز قیامت و یوم آخر دارن، اونها از تو کسب اجازه نمی کنن که آیا بیایم یا نیاییم. لا یستعذن کالذین یؤمنون، اونهایی که ایمان دارن، اونها افتخار می کنن بر این که به جبهه جهاد بروند. ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. ما بینیم در جبهه جهاد این همین جنگ تبوکه که ابوذر غفاری هم آمده. شتر ابیذر خیلی لاغره و خیلی ضعیفه. در روایت دارد در همین جا مفسرین در اینجا دارند که ابیذر غفاری یه مقداری در راه ماند و شترش هم خیلی ضعیف و لاغر بود، دیر کرد. پیغمبر اکرم فهمید، گفتن ابوذر دیر کرده،
به تأخیر کرده. یه دفعه از اون دور مردم گفتن که یک شتر سواری داره میاد. رسول اکرم فرمود من به نظرم ابوذر غفاری باشه، بروید چلو، اگر ابوذر غفاری باشه آبش بدید، چون تشنه است و خیلی هوا گرمه. این اصحابم ریختن جلو و آب بردن که ابوذر رو میبینن و آبش میدن. ابوذر آمد اما یه کولباره ای داره و یه قمقمه ای داره و پر از آبه. با آب وارد شد. رسول اکرم فرمود که ابوذر تو با آب آمده ای و چرا اینقدر لبت خشکه؟ تشنه ای؟ گفت بله یا رسول الله تشنه. فرمود پس چرا آب دو نخوردی؟ گفت من در بین راه می آمدم، رسیدم به یک سنگ گودی، دیدم آب باران در اونجا جمع شده، دستم و زدم زیر آب چشیدم، دیدم آب آب خنکیه و آب زلال و صافیه. گفتم حقش نیست که رسول الله نخورده باشد و من بخورم، اول او بنوشه بعد من، لذا شما اول بنوشید. یک دفعه میبینید که اینه، اینها چه افرادی بودن، چه انسانهایی بودن، چقدر بزرگ بودن، چقدر راه را فهمیدن، خدا میدانه چقدر راه را فهمیدن. اونهایی که غرق در دنیا و طمع مادی و لذات مادی و هوا و هوسشون هست، اینا چقدر دنیا رو فهمیدن، این هم معلومه چقدر فهمیدن، به اندازه ای که یک گاو فهمیده، به اندازه ای که یک گرگ فهمیده، به اندازه ای که یک خوک فهمیده، به اندازه ای که یک حیوان شهوت ران فهمیده، این انسان غرق در شهوت و هوا و هوس فهمیده. اونهایی که عالی میفهمند و بالا رو میاندیشند، اونها این چنینند که میفرماید که والله علیم بالمتقین. انما یستعذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر. بله، اونها که میخوان یه وسیله ای پیدا کنن و توجیه کنن کارشون رو و چهره دینی بهش بدن، میان اجازه میگیرن، میگن که آیا شما اجازه میدید ما نرویم؟ ورتابت قلوبهم، دلهاشون در شک آیا این جنگ پیروز هست یا نیست، آیا پیغمبر درست عمل میکنه یا درست عمل نمیکنه، دائما در تردید و دائما در شک هستن. فی دین هم یترددون، اینها در فکر و در اندیشه دینیشون همیشه در رفت و آمد و در تفکر و در تردد هستن. ولو اراد الخروج لاعدوا له عده، البته اگر میخواستن خود اینها بروند به جبهه میتونستن برن، مال داشتن، زندگی داشتن. چون داریم وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیج عمومی فرمود حرکت کردن، اونایی هم که نمی توانستن به جبهه جهاد برن پول می دادن، زنها می دادن، اون چه از طلا داشتن، از وسائل زندگی داشتن. مردها اونهایی که نمی تونستن به جبهه برن می دادن اون چه داشتن. کمک عجیب وسیع بود، ولی در این حال یک ادعی گویا هیچ خبری نشده، مثلی که همین امروز جمهوری اسلامی، مثل این که خبری نشده، فقط خبر خودشونه و خانه و زن و بچه خودشونه. مع الاسف ولو اراد الخروج لاعدوا له عده، اگر اراده می کردن خارج شوند، یعنی همین کسانی که مخالفت کردن و به جبهه جهاد نرفتن، اگه می خواستن برن می تونستن برن، پول و زندگی داشتن، وسائلشون را آماده می کردن و حرکت می کردن. ولیکن کره الله بعاقهم، ولی خدا کراهت داشت که حرکت کنن اینها. فثبتهم، خدا مانع شد اینها رو که برون. در اینجا لازم تذکر بدم کلمه تثبیت را و ثبتهم را. ثبتهم در اینجا با تین یعنی مانع شدن کسی که خودشم علاقه نداره، نمانع شدن کسی که علاقه داره. فثبتهم یعنی خودشون نمیخواستن برن، خدا هم این توفیق رو ازشون سلب کرد. وقتی خود انسان راه خدا رو نخواد بره، خدا هم این توفیق رو از آدم میگیره. ولی اگر خود انسان خواست، دلش خواست و علاقه داشت راه خدا رو بره، خدا کمکش میکنه. وقتی دستش رو دراز کرد گفت دستم رو بگیر، جلو میاد چندین فرسخ دستش رو میگیره.
وقتی در آب غرق گفت دستم رو بگیر، دستش رو میگیره و نجاتش میده. ولی وقتی که هی توی کشتی در آب حرکت کرد، گفت ای انسانی که در امواج دریا رو به غرقی، بیا سوار شو، دست تو بده بیا تو کشتی. گفت دستم را نمیدم، به تو هم کار ندارم، برای تو هم ارزشی قائل نیستم، تو اصلا بی جهت اومدی تو دریا و روی آب داری راه میری. اگر اینقدر انسان از خودش لجاجت و خباثت به خرج داد، معلوم از کشتی میره، دیگه به او اعتنا نمی کنه. فتبتهم هم معناش همینه، یعنی حالا که این نمیخواست، خدا هم این توفیق حرکت الهی رو ازش سلب فرمود. و قیل اقعدوا مع القاعدین، و گفته شد به اونها که اقعدوا مع القاعدین، یعنی با همونهایی که در شهر مدینه دارن قعود کردن و به جبهه نمیان، شما هم قعود کنید و به جبهه نیایید. بهشون اجازه داده شد که نیان، ولی اجازه به این صورت که خودشون نمیخواستن. در نتیجه مطلب این بود، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، که همین آیه مبارکه‌ای بود که قبلا معنا کردم. حالا لقد، البته باز عبارتشو ترجمه میکنیم به جلو میریم، اگر میخواستن، اگر میامدن، فقط کاری که میکردن خبال و سستی در ارتش اسلام ایجاد میکردن و قرار میگرفتن اوزع و ایزا خوابیدن شتر در بیابانه، یعنی میخوابوندن شترشون را خلالکم در بین شما، یعنی درست میامدن در بین شما و کار شما رو فلج میکردن. یبغونکم الفتنه، طلب میکنن فتنه و فساد و آشوب را، و فیکم سماعون لهم، و افرادی هستن مطالب رو میشنون، میرن بهشون گزارش میکنن. والله علیم بالظالمین، و خدا آگاه هست به ستمگران که اینها هستن. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البته قبل از جنگم اینها مخالف با تو بودن، میگفتن مسلمانیم، نماز میخواندن، ولی تو رو قبول نداشتن به عنوان رهبر، یه اشکالاتی بد داشتن، یه حرفایی بد داشتن، میگفتن فلان حرفو بی خود میزنه، فلان راهو بی خود میره. عیناً مثل زمان ما که یک افراد مسلمان الان در کشور ما هستن و به مقام رهبری ما و حرکت امت به دنبال رهبر ما باز خورده میگیرن، میگن چرا اینجور میکنن، چرا اونجور میکنن. این خیلی واقعا جای تأمله که باید دقت کرد، یک بار نشود در امروز در اثر اعمالمون ما عطف بشویم به همین افرادی که از پیغمبر اکرم دور شدن. لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الامور، حرفها رو وارونه می کنن، جور دیگر گزارش می دن، مطلب رو منعکس می کنن به صورت ضد خودش. حتی جا الحق و ظهر امر الله و هم کارهون، البته تا حق میاد و اون چه رضای خداست و فرمان خداست بیاده میشه و هم کارهون، ولی اینها کراهت دارن از این جهت. در اینجا این آیات رو ما رسیدیم به این که اسلام با چه مشکلی، امت با چه مشکلی، امام و رهبر و پیامبر با چه مشکلاتی بود و اونها چه جور خارشکنی می کردن و چطور می خواستن این حرکت رو برهم بزنن، و مردم به توده های میلیونی اسلام با چه عشقی مثل امروز و اون توده وسیع مثل دیروز حرکت می کردن. حالا برویم سراغ آیات 117 و 118 سوره توبه. رفتن به هر حال، ارتش اسلام رفت تا پشت دیوارهای روم. وقتی که به اونجا رسید، دشمن متوجه شد و از حمله به کشور اسلامی منصرف شد، دید جرأت نمی کنه. صد فرسخ در بیابان داغ اینا اومدن الان شعار میدن علیه امپراتوری روم، مگه میشه برای این ملت مسلط شد، منصرف شد و دیگه حمله به کشور اسلامی عربستان نکرد. البته در نقطه دیگری یک درگیری کوچکی شد که اونجا هم اسلام پیروز شد، برگشتن. حالا نکته ای که در اینجاست اینه،
اون ادعی که در مدینه کارشکنی میکردن و نمی آمدن به دسته های مختلفی بودن که می شود سه دستشون کرد. یک ادعی زود پشیمان شدند و حرکت کردند، مانند ابو خیثمه. ابو خیثمه که در تاریخ داره این آمد اصل بود، رفت در خانش دید که یه سایبانی داشت، زن او هم آب پاشیده بود روی زمین و هوای مقدار نسیم می آمد. در اون هوای داغ آمد زیر این سایبان نشست و دید آبم پاشیده، رو کرد به همسر خودش، گفت حقش این است که من اینجا بنشینم و پیغمبر اکرم و مسلمین در بیابان داغ در جهاد باشن. زنش گفت نه، حق بر این نیست، حق بر این نیست. ابو خیثمه برخاست، شطرش سوار شد، حرکت کرد، با شتابم حرکت کرد، خودش رسوند به پیغمبر اکرم. این یه تیپ بودن که اومدن. بعد که رسول اکرم وارد مدینه شد، چند نفر از همین ها آمدن جلو به پیغمبر، احترام و استقبال و سلام. پیغمبر بهشون اعتنا نکرد، جلو به رسول اکرم آمدن سر و گردان، رو گردان ازشون. بقیه مسلمین هم رو گردوندن. خبر شد در مدینه که پیغمبر اعتنا به اینها نمی کنه، مسلمین هم اعتنا نکردن. بعد زنهای اینها فهمیدن، شنیدن پیغمبر اعتنا نمی کنه، آمدن زنها اینها گفتن حضور پیغمبر، گفتن یا رسول الله، شنیده ایم که از شوهران ما ناراضی هستید، اگر از شوهران ما ناراضی هستید ما راه ندهیم شوهرانمون را به خودمون. پیامبر اکرم البته در راه دادن اونها به منزل موافقت نکرد، فرمود نه به منزل بیاین، ولی جهات دیگر رو که همسر در کنار همسره، فرمود نه با اونها، با شوهرانتون نباشید. اینها وقتی دیدن که پیغمبر ناراضی، مردم ناراضی، کسی چیزی نمی فروخ بشون، اصلا خرید و فروش با اینها نمی کردن. این سه نفر که مالک و دو نفر از دوستانش بودن رفتن در کوه بیرون مدینه، سه شب دارد اینقدر گریه کردن و عشق ریختن و توبه و زاری کردن. شب سوم پیغمبر اکرم در خانه ام سلمه بود که این آیات 117 به 118 سوره توبه بر رسول اکرم نازل شد. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. یعنی خدا توبه کرد بر پیغمبر و مهاجرین و انصاری که پیرویش کردن در ساعت عسرت، یعنی در ساعتی که برای اسلام مشکل بود، واقعا در برابر ابرقدرتی چون روم قرار گرفته بود عسرت پیغمبر و اسلام بود، مثل اینکه امروز عسرت اسلام در برابر ابرقدرت هاست. من بعد ما کاد یزیغ قلوب و فریق منهم، بعد از اینکه عده‌ای از اونها دلهاشون زیغ پیدا کرده بود، انحراف پیدا کرده بود، که همون عده‌ای بود که نیامدن. در اینجا یک مطلبی وجود داره، اون این است که چرا می‌فرماید خدا توبه کرد بر پیامبر. این رسم قرآن کریمه که وقتی خدا می‌خواد رحمتشو بر امت بفرسه از مسیر امام می‌فرسه. اصولا رحمت بر امت که نازل میشه از مسیر رهبر نازل میشه، به دلیل همون آیاتی که ابتدا عرض کردم. مثلا میفرماید در سوره توبه آیه 26، ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، میگه آرامش خدا بر مؤمنین میخواد بگه، اول رسول رو میگه. در سوره بقره آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، آمن الرسول مؤمنون رو میخواد بگه، ایمان پیامبر رو اول مطرح میکنه. در سوره توبه آیه 88، لکن الرسول والذین آمنوا معه، در اینجا پیامبر رو مطرح میکنه. چرا؟ برای اینکه پیامبر مجرای فیضه، پیامبر مجرای رحمت و لطف خداست، از اون مجرا و مسیل است که لطف خدا سرازیر میشه، که به قول صائب از رهگذر خاک
سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. از مسیر پیغمبره. این است که می‌فرماید لقد تاب الله على النبی والمهاجرین والانصار الذين تبعوا في ساعه العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم. و على الثلاثه الذين خلفوا، این سه نفر همون هایی هستند که توبه کردند و در کوه ها گریه می کردند. بر سه نفری که متخلف شدند، حتی ضاقت علیهم الارض، زمین بر اونها تنگ شد، هیچ کس باشون صحبت نمی کرد، اعتنابشون نمی کردن، چون از اسلام بریده بودن اینها، جهاد نمی رفتن و خودشون رو می دیدن. و ضاقت علیهم انفسهم، خودشون هم بر خودشون تنگ شد. گاهی انسان در گناه اونچنون میشه که خودش هم از خودش بدش میاد، میگه من خودم هم از خودم بدم میاد، چه بد آدمی هستم، چه آدم معصیت کاری هستم. این چنین شد که خودشون هم از خودشون بعدشون آمد. و زنو الله ملجع من الله الا الی، گفتن خدایا تو ما رو مدد کن، از این چهره سیاه ما رو نجات بده. ثم تاب الیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. ان شاء الله بقیه آیات جهاد و بحث جهاد رو در هفته آینده خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.